بله همتنان عزیز سرانجام سیون بازی افغانستان سیرونکا متاسفانه که افغانستان واگذار کرد اما سه بازی بیساوره باز هم میان افغانستان سیرونکا برگزار میشه ان که افغانستان بتونه درخشش خوبی داشته باشه رولای بازی سه بازی دیگه هم پیش روی داریم سه بازی پنج اوره رو متاسفانه نتونستیم یا حداقلش یک بازی رو که برنده میشدیم باز چه میگن یک بینی خبری میشد اما بر ما اما حضورشان شرکت کردنشان خیلی ارزش داره سه بازی بیساوره بدون طرف هایلایت بریم صحبت های باقی مان در بازی اول قسمی که پیشتر هم گفتم افغانستان در توپ اندازی بد بود و در توپ زنی بسیار عالی بازی کردن و نبی آدم از حق تیر نبی و عظمت و مرزای بسیار عالی بازی کردن هر دویش دانستن که صد دوش خود پورا بکنن و یک گپ بسیار کلان است که در بازی های بین مقابل تیم قوی مثل سریلانکا که جام جهانی را برنده شده صد دوش پورا کردن کار بسیار مشکل است که نبی و عمرزای تانستانی کار را انجام بدن در بازی دو افغانستان بسیار بد بازی کرد خیلی بد بازی کرد و در خصوصا در توپ زنی که تقریبا نتونست بیشتر از 160 دوش انجام بده و در 153 دوش تمامی بازیکن ها حذف شدن و در بازی سوم هم که دیدیم متاسفانه که باختیم آرزویی بود که حداقل یک بازی را ما ببریم بهتر است بر ما چون سریلانکا تیم بسیار فوق العاده قوی است ولی متاسفانه که او را هم باختیم ولی بیساوره خیلی امید بر مردم افغانستان است که بیساوره را بتونیم ببریم و امیدم به می است که در بیساوره خوبتر ظاهر شویم در مجموع ما پانزه بار در بازی های بینلی یک روزه مقابل سریلانکا بازی کردیم که ده بازی را سریلانکا برنده شده چهار بازی را افغانستان و یک بازی را هم یک بازی هم بینتیجه با... 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 پا... پایانی افته و در بیساوره چهار بار برابر سریلانکا قرار گرفتیم که سه بازی را سریلانکا برنده شده و یک بازی را افغانستان ولی در نظر به پینجاوره در بیساوره تیم ما یک کمک قوی تر است و انشالله امید به می است که بتانیم در بیستاوره نتیجه بهتر آسل امید درخشش افغانستان هستیم خب توقعی می رفت که تجربه گرفتن از سیریز به بازی اول بازی دوم حتما می گفتیم در سوم صد در صد یک نتیجه مثبت می گیریم بیدونی شکل اما سه بازی بیستاوره حتما افغانستان درخشش میداشته باشه بازی از برد باخت داره بازم سریلانکا میزبان بود اما گپا به نفع میزبان بعض وقتا می باشه. بدون شک ای بازی های بیستوره در میدان بینلی دنبولاست در شهر دنبولا در سریلانکا که یکی از میدان است که نزدیک به شهر کولامبو و شهر کندی که بازی های پنجاوره در او بود شهر کولامبو که بازی تست در او بود با این هر دو شهر نزدیک است و یکی از جاهای بسیار تاریخی سریلانکا است و امید به این میره که در بازی ها افغانستان خوبتر ظاهر شود و حداقل بتانه که امو، آه، 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 شکست بازی های پنج را ایجا جبران بکنه و در بازی های بیستاوره خوبتر ظاهر شود و حداقل نتیجه قابل قبول بگیره و همچنان مردم افغانستان هم شدیدا منتظر یک خبر خوش از تیم ملی خود است دقیقا. بازی های آیل تی 20 رو کسی که علاقه مند است بازی ها م... بدون شک که... یک موضوع بسیار جالب سربوشنگره. است که روز شنبه بخیر هم بازی افغانستان است اولین بازی بیست اورا هم فاینل بازی های آ، آ، لیگ بیسوری بی ملی است که هر دو بازی بسیار جذاب است و ما کوشش میکنیم که تا حد انهایی بتانیم هر دو بازی را پوشش بتیم در صورت که آ، 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 امکانات یا زمینه باشد تا ما خیلی نزدیک است به هم است. شش بجه فردا رست ساعت البته فردان شنبه رس ساعت شش بازی افغانستان و سریلانکا اولین بازی بیستوره شروع میشه و هفت بجه یک ساعت بعدش فاینل لیگ بین بی شروع میشه ولی در صورتی که بازی افغانستان بر ما خیلی ارزش داره خیلی مهمتر است او را پوشش داریم در دا صورتی که جای بود و بازی افغانستان تمام شد ان ما کوشش میکنیم که بازی فاینال لیگ بین المللی بی را هم پوشش بدیم و هماتانا بتونن حداقل هم نتیجه را هم خبر شون و ببینن چند دور آخر مسابقه را که کی برنده شد کوشش ما همین است که هر دو بازی را پوشش بدیم تاریخ عبد نومبر سه بازی بی میان افغانستان و سریلانکا است عزیز خیلی طرفدار داره تیم ملی کرکت ما و زیاد علاقمندی به این است که بازی ها را اگر افغانستان ببره بدون شک احمدی یک شما وقت میفهمین که با 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 تیم کرکتی ملی افغانستان طرفدار داره که در ارتباط باشین با مردم پیغاما را که ما دریافت میکنیم از واتس که برای ویدیوهای علاقه‌منداست وقتی که افغانستان بازی را میبازه یک رقم یعنی مردم ناراحت میشن. میشن که یعنی به مو شکلی که همیشه میگفتیم کرکت ریشه دوانده در در قلب مردم در دلهای مردم حتی در مغز مردم حالا کرکت دیگه از او قسمت گذشته که خانه نای ما علاقهمند هستن مشتاقن که بازیهای تیم ملی بی و خب ما خوشی ما لبخند ما وابسته با, با می قهرمانان و ها با تیم ملی کرکت افغانستان بدون شک 100 فیصد ورزش یگانه نهاد است که واقعا هم خوشی آورده تنا کرکت نه فوتبال ما والیبال ما در هم فوتسال هم ما بسیار خوب درخشیدن در پهلویش بازیکنان مبارزات آزاد ما در همه بخش ها ورزش خیلی خوشی آورده بر مردم افغانستان و خصوصا باز کرکت که در قلب های مردم یک جای خاص دارد. تشکر اولا باوری از اینکه آمدین امروز روز رخصتی هم از روز رخصتی خوب را داشته باشید تشکر باش. از شما هم همه سپاس از شما ایزا هم که بیننده صبح زندگی این بخش جان بود و صحبت های روح اولا باوری گردنده برنامه ورزشی افغانستان و جهان در یک هفته با همکاری بسیار خوب ما فرناز فریبورز بورس گزارشگر آریانا نیوز البته مرور بر مهمترین رویدادهای های افغانستان و جهان می داشته باشیم این بخش با بسیر حبیبی و مهمانشان فرناز فریبرز فراموش نکنید